اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. صدایی از آن سوی غربت به جان و جهانم نشسته، صدای رهایی پر از لحظه های خوش آشنایی. به لحن بلوچی مرا هر دم آواز دادی، به کردی به نام وطن شوق پرواز دادی. سحر بر بلندای تبریز ستارخان راه می جوست، سوی پایتختش به یاران آزاده می گفت هلا ترکمن ما روانی. بگو یار آزاده بختیاری به اندیشه سرفرازی به بام جهانی. بگو گبه ها سرخ باشد ز خون جوانان قشقایی سرفرازم، جنوبم شمالم ز بوشهر تا اصفهانم، ز خرم زمین به خون جوانان نبشته که اهواز و مسجد سلیمان ایران سرشت به ایلام و کرمانشاهان پر کشیده، صراحی به دستش مهابادی من سرودی به آزادی شهر میخوام و مخسای گل را به بام جهان چون گل لاله می کاشت. علی رضا نوری زاده، هشتم ماه دسامبر. سال داره به پایان میرسه. به شما سلام میکنم. عجب سه روزی بود، عجب سه روزی. برم سراغ دکتر سازگارا که این سه روز رو توصیف خواهد کرد. درود بر دکتر سازگارای عزیز. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و خدمت همه بینندگان عزیز. همجور که شما این شعر زیبا رو میخوندین و تصویری که میزدین، واقعا هم میگم منم همراه شعرتون گویی داشتم روی ابرا روی ایران پرواز میکردم از نقاط مختلفش. و ادامه شعر شما، کاش که منم تپه شعر داشتم به استقبال شعرتون میرفتم. از بچه های انزلی یاد می کردم که کشتن مهران سماک این گونه شهر رو به تب و تاب آورد و حکومت از ترسش یه مسئولی رو گرفته کرده زندان. به قول بچه های انزلی میگن بیشتر برای اینکه گیر ما نیفته بردنش یه جا قایمش کردن و بلکه خشم مردم بخوابه. یا از رشت و بابل و ساری تا گرگان و مشهد و اسفراین و بجنورد و تا بیرجند و غیره، واقعا و البته تهران و اصفهان و شیراز تا بندرعباس و بوشهر، واقعا غرور انگیز بود آقای دکتر نوری‌زاده این سه روزی که گذشت. جدا میگم احساس غرور میکنه آدم. آیا انتظار داشته تا این دکتر؟ والا ببینید فرآیندهای به این بزرگی برای هیچ کس قابل پیش بینی نیست که چه میشه، منم یکیش. ولی این رو میشد حد زد که از یک طرف شروعش هم حدود 10 روز قبل از این 3 روز اول دفعه جوانان محلات 30 تا شهر کشور که 22 تاش مرکز استان هستن متحد شدن، اونها فراخوان این 3 روز رو دادن. جوانان محلات تهران جداگانه بیانیه دادن در همراهی و هماهنگی و بعد رسید به تمام
بخش های جامعه، دانشگاه ها، معلم ها، بخش های مختلف در داخل ایران، در خارج ایران، از داخل زندان ها، بیرون زندان، و معلوم بود که این اجماع ملی بر سر دروز نتیجه بزرگ خواهد داد. و خب دیدیم که تا اینجا که من شمارش کردم بیش از 100 خورده شهر، خیلی ها فیلمش هم نیومده. مثلا میگم امروز دیدم اصفهان، شهر بزرگی نیست، در شمال خراسان اونجا هم اعتصاب بوده. زرقان شیراز، زرقان فارس، بله اصلا پاره شهرها. من نمره جغرافیم تو مدرسه بد نبود، 20 میشد شما هم، ولی پاره شهرها واقعا آدم اصلا اسمش هم بخش بوده، بزرگ شده، شهر شده، باید بگرده ببینه اول اصلا کدوم استان تو سر خودش بزنه که چرا بلد نیست این شهر کجاست. و کسبه، بازاریا آمدن میدون، شبها توی محله های مختلف با تاکتیک های جدید، با دوندن این سرکوبگرها دور شهر، تو شهرهای بزرگ به خصوص، با ورودی های مجتمع های آپارتمانی، کارهایی که واقعا ابتکارات و دامگذاری هایی که اینا دست کم برابر گزارش های خودشون 19 تا 20 مجروح دادن فقط تو تهران با این موتور سوارهاشون، برای اینکه یا سر خوردن رو روغنی که بچه ها ریختن، یا در دریچه فاضلاب و مخابرات اینا رو برشته بودن افتادن توش. و با انواع روش ها ما شاهد بودیم سه روزی که یک اتحاد ملی رو نشون داد و یک اجماع ملی رو برای به زیر کشیدن یک باند تبهکار، قاچاقچی، دزد، آدمکش و بیلیاقت و بیکفایت. و انصافا برق خورد، یعنی هر چپتری که هر فصلی که میرسیم به اینجاهاش گویی وارد یک فصل جدید میشیم، توان مردم بالاتر میره و توان حکومت کمتر میشه. من گزارشی رو دیدم آقای دکتر نوریزاده از عقیدتی سیاسی سپاه، مسئول همین کاران اینا، نماینده ولی فقیه هم اونجاست و غیره، از پادگان های سپاه تهیه کرده بود و گفته بود که اعتقاد ندارن، نمیان در نماز و مراسمی که میذارن به زورم میگی در میرن، و به دلیل جو جامعه، به دلیل اتحاد مردم و به دلیل تمردهایی که داشتن یه عده‌شون رو بازداشت کردن یا تنبیه کردن و آزادم نمی کنن یا تنبیه و رفع نمی کنن، بیشتر مسئله دار شدن. این گزارش اعلام خطر کرده بود به بیت رهبری حفاظت اطلاعات کل که مسئله در تب و تابه در این پادگان ها و پرسنل مسئله دارن. من شنیدم مشابهش در ارتش هم هست، در پلیس هم هست، در نیرو انتظامی، بسیج که خب اینا کشتن خودشونو برای این سه روز با پرداخت پول و غیره، خوشحال بودن 2700 تا آدم ها اجیر کردن آوردن، سه روز آموزش دادن که فقط بکارن دکور تو خیابون. بعد دستورالعمل داده بودن، درسی که گرفته بودن از سه شنبه قبل، وقتی مردم همه جا میان هیچ کاریش نمیتونن بکنن، دستورالعمل داده بودن به نیروها که مراکز حساس رو مواظبت کنن و خیلی وارد محله ها نشن، درگیر نشن، برای که خلسلهایشون میکنن، جایی که ساختمون بلند داره، میدون یا خیابونی که داره، پاشون رو نذارن، برای که بالا سر از رو ارتفاع به قول نظامی ها میزننشون. و کاملا نشون داد که یک انقلاب وقتی حرکت میکنه چه شکلیه. من گاهی به جوانترها میگم اگر انقلاب ندیدید به عمرتون این شکلیه، این شکلی که میبینید، یعنی یک ملتی اراده میکنه یک کاری رو بکنه. و این حکومت آقای دکتر واقعا ارز خود میبری و زحمت ما میداریه. یعنی مثلا در قبال دانشگاه ها فکر میکنه اگه یک عده چاقوکش و آدم کش و روزی 5 میلیون تومن بده لباس حراست دانشگاه تنش کنه، یا لباس شخصی بفرسته تو دانشگاه، 4 تا بسیجی هم تو دانشگاه داره، شلوغ کنن، توسل به
زور و خشونت بکنه، یا یه عده رو جمع کنه، مثلا شهردار تهران یا آقای رئیس دولت و غیره رو بکنه توی دانشگاه، توی سالن اینا بشینن کف بزنن، هورا بکشن، شب تلویزیون پخش کنه، میتونه در ماجرا تغییری بده. و یا تهدید به اخراج، دستگیری مغازه ها رو، مثلا وقتی یه کاسبی بسته، برن روش مثلا بنویسن، یاد برداشتن تو شهرهایی که خیلی شهرها، تبریز بوده، رشت بوده، قزوین بوده، این جایی که من مستقیم خبر گرفتم، حتما همه جاها تک تک تلفن بزنه از اداره اطلاعات، اول خواهش و التماس که آج آقا شما برو باز کن دیگه، خصوص به بازاریا، و بعدم یه خودم تهدید فکر کرد فایده ای داره. اتفاقا دیدم بعضی جا هم به قول معروف مچل کردن اینا رو، طرف خوب که التماس کرده بود و تهدید کرده بود، چشم میکنیم، مثلا دو بعد از ظهر رفته بود طرف باز کرده بود، حتی نیمه باز کرکره رو داده بود، دو ساعت بعد رفته بود، خب شب شد، خداحافظ، کشته بود پایین رفته بود. یعنی افتاده به اینجاها، فکر میکنه همه چی رو با زور میتونه، یا تهدید، این روشی که بلده چند نفر رو خیلی شدید تنبیه کنه، بقیه درس عبرت بگیرن، جا بزنن، مثلا رو کرکره مغازه بنویسه یه چیزی که بچه هم رفتن روش رنگ زدن، بعد همه مغازه های دیگر هم رنگ زدن که نتونن یه مغازه رو نشون دار کنن. به همسالو دکتر سازگارا، ببین من یه سوالی برام مطرح همیشه، هر دیکتاتوری، هر آدم کشی، وقتی میبینه تمام کشور دارن علیه شعار میدن، اعتصاب میشه، کاسب کم درآمد، بله، که محتاج قوت روزانش هست، مغازشو میبند، کامیون داره همینطور، و و که حالا ادامه خواهد داره. آیا این یه لحظه تأمل نمی کنه؟ ببینید خواهر آقای خامنه‌ای بهش میگه گزارش ها بهت میرسه، منطقه از یه مش مزدور که دور جمع کردی، ولی گزارش های واقعی را میفهمی، به دستت میرسه. بعد خامنه‌ای میاد میگه حجاب محرمات جزء اسلامه، آیا دزدی و آدم کشی جزء اسلامه؟ شما اگر اینقدر نگران حجابین، برای چی دزدی و آدم کشی رو وقعی نمی نهید؟ منظورم اینه شما وقتی در ارزیابی روحیه این دیکتاتور رو تأمل میکنید، روش بررسی میکنید، واقعا به چه نقطه میرسید؟ یعنی سید علی خامنه‌ای تا کجا سقوط کرده؟ به همین راحتی دروغ میگه، به همین راحتی فریبکاری میکنه، و بعدم تهدید. کجا سید علی خامنه‌ای؟ قره چاه، قره درک اسفل و سافلین، واقعا یعنی در جهنم، پیشاپیش در جهنم و اسفل سافلین جهنم داره این ابلیس زندگی میکنه. جدی میگم آقای دکتر، بذارید نکاتی که گفتین یک به یک عرض کنم. راجع به حجاب، این مرد بی سواد، من جدا، من تحصیلات حوزوی ندارم، ولی بالاخره به عنوان بچه مسلمان خیلی چیزا رو زیر رو کردم، خوندم فقه و اصولم، حتی علم اصولم جوونیم یک دو کتاب خونده بودم، بچه یه خود عقلی و دندونگیری بودش. اولا حجاب، ایشون رو ارجاع میدم به کتاب درخشان آقای ترکاشوند، فتوا نمیگم این کتاب هست، ولی تاریخی بسیار خوب توضیح میده در عهد پیامبر. اصلا سوال محوری تحقیقش اینیست که حجاب در عهد پیامبر چه شکلی بوده، دیگه خود پیغمبر زنده بوده. در واقع این کتاب با مدارک و اسناد و مستندات بسیار درست تاریخی نشون میده که در اون روزگار عربا اصلا نه لباس دوخته داشتن، نه استطاعت داشتن لباس درست حسابی بپوشن، یه لنگی میبستن دور کمرشون، حد اکثر یه تمی انداختن رو شونهشون، گره میزدن، خانوما که مثلا سینهشون معلوم نباشه، لنگم تا با یه وجه بالای زانوشون رو میپوشوند مثلا از نافشون، و مشکلی هم نبود. اینی هم که یه چیزی سرشون بندازن، بیشتر بعدن بر اثر شکایت پاره زنان شوهردار بود که چون دستشویی هم نداشتن عربا، میرفتن تو بیابون دست باب میکردن، شب میرفتن مدینه، اون روز مگه مثلا چند تا خونه داشته،
گفته بودن چون بسیارم به لحاظ جنسی بی‌بندوبار بودن، پاره جوان ها مزاحم میشن، پیغمبر اومد اعلام کرد یه چیزی بندازین سرتون زنهای شوهردار و به جوان ها که به اینا کاری نداشته باشید. اصلا حجاب از شبه جزیره که آمد بیرون در فرهنگ های دیگه این شکلی شد، یه بخشش هم اتفاقا ایرانی ها بودن و به تدریج اون باد و طوفان هم باعث میشد که اینا صورتشون رو ببندن. اصلا این حرفا، اون تحقیق واقعا تحقیق درخشانیه، روی نذاشتن کتاب تاپ چه، ولی روی آنلاین هر کی میتونه پیدا کنه حجاب در عهد پیامبر، به خصوص اگر حوصله خوندن 1000 صفحه کتاب رو کسی نداره، فصول 1 و 2 شو بخونه کافیه که فضای اونجا دستش. بنابراین اولا اینی که میگن نمیدونم از مسلمات دینه، نمیدونم نه خیلی توی فقه آقایونه و این فقهشون هم خیلی در طول تاریخ میشه، اصلا اینطوری نیست که باشه. نکته دوم، حتی یعنی این از یه منظر بروندینی و تاریخی، اما از درون دینی هم با همین فقه ورشکسته این آقایون خودشون هم میدانن. من این رو از شخص آقای منتظری شنیدم، هاشمی رفسنجانی یه بار به همین جنتی میگفت خودشون میدانند در اجبار کردن حجاب هیچ حجت شرعی نداره، هیچ حجت شرعی بعد اجبار کردن حجاب ندارن در جامعه و دست کم این که دیگه همشون بالاتفاقن که به اهل کتاب اصلا نمیتونن اجبار کنن که شما حجاب داشته باشید. من از شخص هاشمی شنیدم گفت به جنتی وقتی اینو گفتم، گفت صداشو در نیار برای اینکه ما اگه اینو بگیم از فردا صبح همه میگن ما مسیحی و یهودی و مثلا زرتشتی هستیم. یعنی شما ببینید اینا همون فقه خودشونم که فکر میکنن حالا خیلی احکام الله خیلی چیزه، از مردم قایم میکنن، دروغ میگن به مردم. بنابراین این مسئله حجاب حالا بحث مفصلی است در واقع، ولی این فقط دیکتاتور با این میخواد قدرت نمایی کنه، میخواد که بگه من زورم میرسه لباستونم من بر تعیین کنم، آنچنان که خوردن و خوابیدن و پوشیدنتون دست منه. این تکلیف واقعا این مزخرفاتی. اما راجع به شخص خامنه‌ای آقای دکتر نوری‌زاده، ایشون این رهبر درمانده بی سواد متوهم یک لابیرنتی دور خودش درست کرده، یه باندای مافیایی درست شدن، یعنی ساختار قدرتش الان یه تعداد باند مافیایی تو مافیای نفت، مافیای صرافا، مافیای شرکت‌های مصادره شده و اینا، همین نام هستن که اون سرانشون میلیاردی دزدی میکنن، آقازاده‌هاشون هم تو بهترین کشورهای دنیا هستن، ملک و املاک بیرون خریدن، واسه خودشون فکر کردن که به اصطلاح جای در رفتن بذارن. و این مافیا با خامنه‌ای که رئیس دوزاست، درست مثل پوتین، اتفاقا این دوتا خیلی شبیه هم دیگه هم شدن، این باندای مافیایی و خامنه‌ای به هم محتاجن. یعنی او ساختار قدرتش و پسرش که به یه ده از اینایی که راندخور بودن و پول دارن هم تکلیف میکنه انقدر پول بدیم که بده خرج این مزدورا بندازه به جون مردم، اینا به اونا محتاجن، اونا به این محتاجن، برای اینکه یه ساختاری درست کرده که اینا به اصطلاح امور رو میچرخونه. خب این کلپتوکراسی به اصطلاح، این دزد سالاری که از این حیث هم کاملا شبیه داردسته پوتین و دزد سالاری روسیه است، اتفاقا چند تا کتاب خوب راجع به پوتین هست و این ساختار دزد سالاری حکومتش که جا داره واقعا همین رو با تحقیقی راجع به حکومت دزد سالاری خامنه ای هم کسی بنویسه به زبونهای غربی که همه بشناسن این ساختار رو، برای اینکه مردم ایران که میشناسن این ساختار. آقای دکتر نوری‌زاده این آدم متوهم رو ضمناً نمیذاره هم از جاش تکون بخوره، برای اینکه این دوزا بالاخره در میرن از این کشور و فرار میکنن، یه روزی میشکنن وقتی جمعیت مردم بیشتر بشه و تیغی که درست کردن باش سر مردم رو ببرن کنتر میشه، وابره از هم، یه روزی فرار میکنن. ولی الان دو دستی چسبیدن و خامنه‌ای هم روش، و بعدم
به قول آخوندا میگه ایشالله گربه هست، هرچی هم میبینه این سراسری ها رو، چون شنیدم یه تبلت هم داره خودش میره تو اینترنت نگاه میکنه، اینطور نیست که نبینه. به نظرم خودش میگه حالا اینجا این تهدید رو میکنم، این سه روزم رد بشه مثلا دیگه اینا فرسوده بشن، به اصطلاح مدل زیمبابویش میکنیم، خسته میشن ناامید میشن میرن خونهشون، من دوباره برمیگردم سر کارم. اون آقای جلالی که تو مجلس شطور در خواب بیند پنبه دانه گفت دو هفته دیگه روسری برمیگردیم سر زنها، و به قول معروف هروای شیکمش، یعنی فکر کرده اینطوریه. بنابراین این که میگه خامنه ای چجوریه، به نظر من این سیستم دزد سالار در پیچیده شده به هم دیگه تو سرش هم میزنه، نگرش میداره اگه بخواد زود هنگام فرار کنه و عقب بره. ضمن اینکه آدم کینه‌ای هم هست، آدمی است که وقتی مردم اینجور تو خیابون سکه یه پولش میکنن، من واقعا بین دیکتاتورا از این حیث نادر، این به ملت ایران کینم میورده. این یعنی اخزن دیکتاتورا اگه مردمو میکشت تایتش مثلا کشور رو یه دوستی داشته پرسنید. خیلی از این دیکتاتورا فکر میکرده به نفع کشورشه مثلا. این آدم نه ایران رو دوست داره، نه ایرانیا رو دوست داره، نه هیچ کسی رو دوست داره، نه علاقه ای داره به تک تک همین نقاطی که شما از کشور برشمردیم. پسرش که فکر نمی‌کنه مثلا هیچ کدوم اینجا رو دیده باشه، حتی بین تهران و قم رفته اومده، بعدم رفته لندن بچه دار شده برگشته. وگرنه این آدم خب تو این لابیرنت هم گیره دیگه. اینی که میگین حالا بعضیا سوال میکنن چرا نمیره عقب، زوده، بذارید یه خورده این قدم به قدم فصل به فصل این انقلاب بره جلوتر، گسترده تر شه، ریزش نیروهاش بیشتر شه، ناکارآمدیش عیان تر شه، اعتصابات فلج بکنه، گسترده تر شه. الان کامیوندارا خب شروع کردن، حرکت کردن، مغازه‌دارها نشون میدن، ضرب شست در واقع نشون میدن. این اون وقت چاره ای هم نداره. یعنی ما به وجدان دیکتاتور که نمیخوایم تکیه کنیم، اگه وجدان داشت که دیکتاتور نمیشد، قاتل نمیشد. ما شکستش میدیم، وادارش میکنیم که بره کنار. من قبلا هم عرض کردم که هر از گاهی فکر به ذهنم میاد اون خوابی که معروف خزعلی سالها 30 سال پیش دیده بود گفته بود، واقعا کابوسش هم هست. یک روزی به دست مردم امیدوارم بازداشت شه، در یک دادگاه نورنبرگوار با سران جنایتکارین حکومت محاکمه شن. چون اینو باورم دارم به این چیزا. بله درسته، بله ولی ای بسا هم به اون سرنوشتی که خزعلی خواب دیده مبتلا بشه، یعنی جنازه‌شو پشت ماشین ببندن دور شهرها بکشن. با این کارهایی که داره میکنه، با این جنایتهایی که میکنه، با این بچه کشی، بله یعنی ولی به هر حال هیچ چیزی حریف قدرت یک ملت نمیشه، قدرت بی قدرتان به قول واستافاوت. من اجازه میخوام یک نکته دیگرم بفهمید، شما یک نکته دیگرم عرض کنم، شما بفرمایید بگید بعدم من سوال میکنم. بفرمایید ببینید توی این انقلاب که شروع شد از این حیث خیلی شبیه اوکراینه، سرنوشت ما، ملت ما و اوکراین، چون جلوی دو تا دزد، دیکتاتوری دزد سالاری مشترک در واقع داریم می‌جنگیم. وقتی روسیه به اوکراین حمله کرد خب میگفتن دومین ارتش دنیاست، اینجوریه اونجوریه، و مثلا وزیر دفاع آلمان به سفیر اوکراین گفته بود آره ولی خب بپذیرین دیگه، واقعیت اینه، روسیه اومده و میگیره اونجا رو و ما هم دیگه نمیتونیم دخالت نظامی کنیم، خیلی کاری نمیتونیم کنیم، خلاصه برید کوتاه بیاید. دنیا واقعا فکر میکرد که خب اوکراین یه ملت حداکثر 40 میلیون آدم، یه ارتش 40 هزار نفری داره، روسیه است با دومین ارتش دنیا ادعا میکنه از اومده یه لقمه چپش کنه. آنچه که نظر دنیا رو عوض کرد شجاعت ملت اوکراین بود، ایستادگی یه ملت بود و شخص زلنسکی خیلی موثر بود و یک دلیل کارچه ایستادن. یکی دو هفته که گذشت و همه دنیا
فهمیدن که باید برن پشت اوکراین. البته آمریکا شاید بیش از همه این رو کرد. آمریکایی که روز اول هواپیما پیشنهاد داد به زلنسکی که سوار شد میخوای در رو. ولی وقتی مقاومت و شجاعت مردم اوکراین رو دیدن، کلاه رو به احترام برداشتن، همه دنیا هم تحسین کرد، رفتن پشت. همین اتفاق راجع به ما هم افتاد. من به عنوان یک کسی که در واشنگتن هستم عرض میکنم، در یک ماه اول این انقلاب، واقعا در تمام 4-5 هفته اول، با هر کارشناسی، آدمای کارشناس مسئول ایران در هر بخشی صحبت میکردی، میگفت خب حالا این رژیم نشون داده میتونه سرکوب کنه، حالا ببینیم چی میشه. تصور همشون این بود که رژیم از پس مردم بر میاد، آنچنان که تو این 40 ساله بر اومده، میزنه میکشه ساکت میشه، ماکسیموم 2 هفته تر. اما وقتی شجاعت جوانان ایرانی، زنان ایرانی، کودکان ایرانی، کسبه، راننده، هر کی رو دیدن دنیا، شجاعت باور نکردنی و دلاوری قهرمانانه، به خصوص در کردستان، در بلوچستان، در اقصانوغات ایران، یواش یواش همه گفتن که نه، این مثل که این دفعه رژیم نمیتونه دیگه اونجوری که قبلا میکردن. الان رسیده به مرحله‌ای که نه فقط کلاه به احترام برداشتن، با هر کارشناسی تو این دستگاه‌های دولتی، من واشنگتن عرض می‌کنم، اروپا هم همینجوره، صحبت می‌کنی میگن نه، این دیگه جدی‌ترین چالشیه که پیش روی این حکومت. هنوز هم باور یعنی دو به شکن که خب حالا چجوری پیروز میشن، چطوری سازماندهی کردن، بعدش چی میشه، اینا رو نمیدونن، که از دل همین انقلاب این درایت هست که اینا در بیاد. ولی الان دیگه همشون میگن نه، این یه چیز دیگه است، این نمیخواد. یعنی این پایمردی و شجاعت درست مثل مردم اوکراین دنیا رو عوض کرد، دیدش رو. و دنیا که میگن، مردم پشتیبان بودن، ولی دولت ها رو هم تغییر. بله دکتر، من فقط یه نکته اضافه کنم، اوکراینی ها هم از خانه و زندگی گذشتن، معنای وطن براشون با ارزشتر از آپارتمان و خونه و که روسا میمدن ویران میکردن، ولی این مردم مقاوم ایستاد. درنگ کوتاه میکنیم، برمیگردیم و بعد من سوالم از شما خواهم کرد. بله، شعر فروغ و آواز مریم فارسی. دکتر سازگارا، سوال من بیشتر محور عاطفی داره. ببینید، همیشه میگن خواهر عاشق بیاره، هرچی ظلم هم برادر سرش بیاره، خواهر همیشه هست. همه ما این تجربه رو داشتیم به نوعی، و خواهر مادر دومه در واقع. واقعا همینطوره، واقعا همینطوره. گاهی اصلا پیوند خانواده رو خواهر نگه میداره، و من تجربه شخصی به خصوص در دوران بیماری مادرم داشتم از خواهرانم که چه کردن واقعا. حالا خواهری به این نقطه میرسه که از برادرش اظهار براءت میکنه، اونم خواهری که نزدیکترین به برادر بوده. یعنی این دور من از قدیم یادم، از سالهای خردی، که اینا چقدر به هم نزدیک بودن. یعنی وقتی برادر گرفتاری داشت، زندانی داشت، این خواهر مثل اسیر سرگشته به همراه همسر منصور خانم دنبال برادر، زندان به زندان، از این شهر به اون شهر. ولی امروز به نقطه ای میرسه، یه در واقع اون پدر، پدرشون میزا جواد، آدم با شرفی بود، یه آدم فقیر در یه خونه 40 متری، واقعا به کجا رسیده خامنه ای که خواهرش هم نفیش میکنه؟ یعنی نزدیکترین فرد به انسان بهش میگه تو دیکتاتوری، تو هم مثل خمینی هستی، تو حقیقت رو نمیبینی. شما به بخشی از این سوال من جواب دادید، ولی آیا فکر میکنی این خامنه ای اصلا براش مطرحه، یا مثل پریخان خانم و اسماعیل دوم صفویه که بعد خود پریخان خانم برادره رو کشت؟ نمیدونم، در برای من خیلی معما شده، چون رابطه اینا رو از قبل میدیدم. و معماش که آقای دکتر نوری‌زاده، ببینید
بازی قدرت در تاریخ، کسی تاریخ خونده باشه اینو بهتر میبینه. تاریخ یه بخش مهمش بازی های قدرته. نشون داده بشر در امر قدرت، چون آدم ها تو این دنیا شاید از صبح از خواب بیدار میشن تا شب یا دنبال قدرت دنیا میدونن، یا ثروت دنیا، یا شهرت دنیا، یا شهوت دنیا، و البته خیلی افراد وارسته هم دنبال کمک به دیگران و خیر دنیا میدونن. ولی اون امور به اصطلاح معروف دنیایی در همین است. و تو این بازیایی که ما آدما میکنیم، قدرت یه فصل جدایی داشته، برای اینکه هوس خداییه و اختیار دیگران به دست اون قدرت مدار میفته. و ما دیدیم در تاریخ بر سر بازی قدرت مادر پسر رو کشته، یا پسر پدر رو کشته، یا پدر پسر رو کور کرده، یا امثال اون فرابونه. همین پریخان خانوم و اسماعیل دوم و غیره خواهر رو نشون میده، خواهر عمه رو در واقع نشون میده، و ده ها مثال دیگه. خامنه‌ای هم از این قاعده مستثنا نیست و او بشر برای اینا راه حل پیدا کرد. بشر در واقع با استقرار دموکراسی های نوین حکومت رو و قدرت رو از انحصار فرد در آورد و نشست دیگه بگه حالا این یه آدم الهی جانشین پیغمبره، نمیدونم پرهیزگاره، بعد بزنه پشت دستش بگه آخ آخ اینم فاسد شد. فرض رو بر این گذاشت که قدرت مردم رو فاسد میکنه، بنابراین رفت سراغ مکانیزمای مهار قدرت، رفت دوره‌ای کرد قدرت رو، گردشی کرد قدرت رو، پخش کرد بین مردم، مردم با رأیشون قدرت رو اعمال میکنن و نهادهای مردمی، نهادهای مدنی، احزاب، مطبوعات، تفکیک قوا رو یاد گرفت بشه. بنابراین دموکراسی هایی که از بهترین کارکرداش بود که این امر قدرت رو در واقع تونست مهار کنه، در واقع در تحلیل نهایی به مردم برگردونه و فسادهای قدرت رو اینطوری حداقل کاهش بده. ولی در دیکتاتوری ها کماکان در به همون پاشت میکرد، و چون یه نفر، اونم نظام ولایت فقیه، که یک نفر 80% اختیارات کشور دستشه، برابر سندی به نام قانون اساسی که واقعا باید نابود بشه این سند قانون اساسی جمهوری اسلامی. همه چیز با یه مکانیزمای ظاهرا گاهی در ضرب اول به چشم نمیاد، ولی وقتی تشریحش کنی قانون اساسی میبینی در انتها 80% امکانات و اختیارات کشور دست یه نفر، اونم یه نفری که اضافه بر این قانون اساسی رفته یه عالم دیگه هم برای خودش اختیارات کسب کرده. مثلا ثروت کشورم بیش از نیمی از جی دی پی کشور رو در کنترلش گرفته، یا مثلا دیگه طبق قانون اساسی وزارت اطلاعات به دولت ربط داره، ولی اونم دست انداخته و در کنترلش گرفته، و اضافه بر اون 80% که قانون اساسی بهش اختیار داده یه سری اختیارات دیگر میگرفته. خب یک چنین قدرت متمرکز و مطلقی مطلقا فساد آورده براش، اون حرف معروف. و این آدم شده تبدیل به هیولایی که هیچ مرز اخلاقی نداره، هیچ مرز انسانی نداره، هیچ مرز همون دینی هم که ادعاشو میکنه نداره، هیچ کدوم اینا رو نداره این آدم. چه برسه ازش شما انتظار داشته باشه عاطفه خواهر برادری داشته باشه، یا پدر فرزندی داشته باشه، یا به مردمش عاطفه ببرده. بنابراین طبیعیه. و بعدم فکر میکنم خواهر ایشون که حالا دخترش هم زندانه، و این خامنه ای میبینید که هیچ چیزی نداره، در واقع ابایی نداره. معروفه، گفتن ارسطو گفت که من استادم افلاطون رو دوست دارم ولی حقیقت رو بیشتر از او دوست دارم. به نظر من این خانم خواهر آقای خامنه ای خب در واقع حقیقت رو بیشتر از رابطه خواهر برادری نشون داده، دوست داره و وجدان به خرج داده مثل بقیه ملت ایران. آخه باید مثل خامنه ای کور و کر و
لال و در واقع لایعقلون به قول قرآن شده باشی. بله سمون بکنون اومیون فهم لایعقلون شده باشی که نبینی نفهمی. و اینجور همه مرزهای اخلاقی و انسانی رو زیر پا گذاشته باشی و جنایتکار به فطره شده باشی. بنابراین به نظرم هم این خواهر کار شایسته کرده و هم از خامنه ای هم همین انتظار میره. آقای دکتر به اینجاها که میرسه قدرت کور و کر و لالش کرده و کردش یک هیولایی که به درستی مردم میگن ضحاک زمانه. والا یواش یواش روی ضحاک و سفید کرده اون چی که در اسطوره ما هست. ولی حسنش اینه که ما فریدون زیاد داریم. این جوانای یک ملت فریدون الان. بله واقعا این جوانا رو تمام این کسبه تمام این کسبه که دستشون یک تک بعد ماچ کرد بابه آهنگرن و تک تک این جوانا فریدون هست. یعنی این روح ایرانیتی که ما از اسطوره ها مشکفه. جالبه ما ملتی هستیم که دوستی ایران و ایران دوستی چو ایران نباشد تن من مباد. هزاران سال از این نیشن استیت های جدید دولت های ملی جدید از بعد از عهدنامه وستفالیا متولد شد این روح در کالبد ما ایرانی ها بوده و ایران رو بله بله یه حوزه فرهنگی تمدنی بودیم که یک روح مشترک داشتیم و این روح رو به خیلی جای دنیا صادر کردیم. اون منطقه دنیا دست کم متأثر از ما بوده تا غرب اروپا و دکتر تپه قاره هند. همینطور که میگه مثلا کرواسی که آدم میره خیلی براش جالبه چقدر واژگان مشترک وجود داره بین دو زبان، آداب و رسوم مشترک. خیلی جالب برای من وقتی رفتم و دیدم. دکتر سوال بعدی که اغلب مردم از داخل و خارج از من میپرسن What is next؟ بعدن چی؟ الان این سه روز با موفقیت انجام گرفت، اعتصاب ها شروع شد در یک منطقه وسیع در کشور یا در اغلب نقاط کشور یا اکثریت نقاط کشور. خب استیج بعدی چیست؟ یعنی همونطور که شما گفتید انقلاب ها رو که آدم بررسی میکنه دارای مراحلی است. ما الان در چه مرحله ای هستیم و انتظار بعدی چیست؟ یا ابتکارات بچه ها تعیین میکنن مسیر انقلاب رو؟ ببینید به نظر من انقلاب زن زندگی آزادی رو که نگاه میکنید تا اینجا کاملا روی مدل مقاومت مدنی که در کلانش البته خب ایران ایرانیزه شده ابتکارات مخصوص خودش رو داره ولی در کلانش روی اون مدل داره حرکت میکنه. یعنی اعتراضات داره سه ماه میشه با این ابتکار غیر متمرکز بودن ولی در این حال با هم هماهنگ شدن محل محور سازماندهی در شهرها و 30 شهر با هم حالا هماهنگ شدن 31 شهر و آروم آروم در واقع این عدم به اصطلاح تمرکز و باز بودن دست ابتکارات لیدرهای محلی و منطقه‌ای که حکومت رو هم سردرگم کرده در این حال یک هارمونی و هماهنگی پیدا کرده. اعتراضات 3 ماه ادامه پیدا کرده دنیا هم فهمیده که دیگه این فرق داره. اعتصابات یا فلج سازی ستون فلج کردن آروم آروم داره حرکت خود رو پیش میگیره مثل آزمایشی 3 روز میبنده باز میکنه 1 روز میاد 1 روز میره آروم آروم گسترده میشه. کمیته های مخفی اعتصابی توی بخش های مختلف شکل گرفته و داره کارش رو میکنه. امتحانی باز میبینیم مثلا از سیمان پتروشیمی فولاد غیره غیره کامیوندار وانتدار غیره آروم آروم میان جلو میدن عقب و این فشرده تر میشه. به حال این ستون ستونیه که حکومت رو فلج خواهد کرد. تحریم بایکوت اونایی که با حکومت همکاری کردن شرکت های بزرگی که معلوم شده مال ایناست مردم
کار نمیکنن باهاش، نمیخرن. و ستون سوم یعنی ریزش از حکومت، که این هر وقت برسه به این ماشین سرکوب حکومت کارش تموم میشه. این ستون هم داره به خوبی پیش میره، یعنی تمام بخشای فرهنگی، اجتماعی، اداری اینهای حکومت عملا یا ناکارآمد شده یا کار نمیکنه یا پشت کردن. تمام سردارای فرهنگی حکومت در روز ریزش کردن. و وقتی هم چنگ میزنه مثلا تیم فوتبالو بچسبونه به خودش، بلکه از اینجا یه جایی به دست بیاره، مردم نشون میدن که اینم باید ریزش کنه و کرد. یعنی پشت میکنن بهش، که به قول امریکایی‌ها هر کی صحبت میکنن میگن اصلا ما تصور نمیکردیم یه همچین اتفاقی بیفته و در تاریخ بی‌نظیره که یه ورزش محبوب یک کشور مردم به حکومت نشون بدن که اگه تو دست بذاری روش به اونم پشت میکنی و کردنم. بنابراین این ریزش الان دکتر نوری‌زاده توی بخشای سرکوب فقط جاییست که ماشین رو نگه داشت. البته این ماشین سرکوب که میگم مثلا ارتش سایبری هم توش، اطلاعات هم هست، اطلاعات سپاه هم هست و هنوز داره براش کار میکنه. ولی تحلیلی رو من از یه آنالیست درجه اول وزارت اطلاعات دیدم که برآورد کرد، از رو گزارش ها جمع کرده بود که اگر در آبان 98 تنها 1% سپاه و بسیج مسئله داشتند که مردم رو بکشند، الان 65% چون مسئله دارن و بله، یعنی نمیتونن اینا رو فکر میکنه به کار بگیره. بعضی میگن سپاه هنوز نیومده، نه سپاه اومده، هر چی داشته گذاشته رو دایره و نه توی کوچه پس کوچه ها جرأت میکنن پا بذارن. مردم دارن با اینا معامله یک قشون بیگانه رو میکنن. حالا چون بحث اوکراین بود، در اوکراین یک قشون بیگانه حمله کرده، مردم مقابله کردن. در ایران هم اینا یک قشون بیگانن به مردم حمله میکنن. عملاً یک حکومت نهضت مقاومت ملی ان مردم. نهضت مقاومت بله، یعنی مردم مثل در تو همین سه روزی که گذشت در خونه ها رو باز گذاشتن و بسیاری مواقع بچه‌ها رو پناه دادن. پشت بوم به پشت بوم رد میکنن. مقاومت ملی یعنی این شکلی دیگه. مگه چه شکلی مقاومت ملی میکنه؟ دارو زیرزمینی میرسونن به هم دیگه و حتی داروهایی که کمیابه به قیمت گرون گیر میارن یا از خارج با روشهایی که هست میرسونن داخل، توی خونه ها درمان میکنن، کار میکنن. میخوام بگم این مسیر طبق مدل مقاومت مدنی خیلی خوب داره پیش میره، یعنی اعتراضات، فلجسازی، ریزش، ستایی با هم که جلو بره یه جایی میرسه که کار حکومت رو تموم میکنه. اما نظرت راجب ارتشیه؟ ارتش حالا همچنان ما خبرهایی میشنویم که عده‌ای دستگیر شدن، عده‌ای مخفی شدن، درسته. ولی آیا هنوز زمان در واقع این که ارتش کلمه خودش رو بگه نرسیده هنوز؟ نه نرسیده. ببینید زوده، شما خودتون به اینجا یه ارتشی الان هنوز حکومت باید بیش از این ضعیف شه و قدرت مردم باید گسترده تر بشه. اون وقت در اون مراحل ببینید آخره چشم اونو ببندیم کجا این حکومت سقوط میکنه، قاعدتا یک همچین تصویری خواهد بود. کشور با اعتصابات فلج شده، کامیوندار، مغازه‌دار، کارخونه‌دار، راننده اتوبوس شهری در بخش‌های مختلف با کم و زیادش کار کشور رو خوابوندن، اعتراضات گسترده با همین سبک به اصطلاح محل محور و روش‌های متنوع ادامه داره و ریزش از حکومت که این ماشین سرکوب در ستون فقراتش سپاه و بسیج قرار داشت، که بسیج که مقدار زیادی مزمحل شده و این مزدورام که 5 میلیون تومان میدن میارن میندازن به جون مردم، لباس مثلا پلیس یا حراست دانشگاه تنشون میکنن، اینها هم مزمحل میشن. در اون فاز قطعا یک چیزی که اضافه میشه ارتش، اونجاها در واقع میاد میپیونده به مردم، حالا یه خود زودتر یه خود دیرتر. این اون تصویریست که اونجا جاییست که دیکتاتور الان اگه 3 دفعه جا به جاش کردن تو این 3 روز
هر سوراخی دیگه بره گیرش میارم میکشنش بیرون. و اونجاها یکم چه شکل داره. حالا سوال این است که به اینجا که رسیدیم کی کشور رو نگه میداره؟ کی در واقع دولت رو درست میکنه؟ کی اون شورای انتقال میشه به ملت؟ اینجا در واقع اونهایی که الان دارن آروم آروم تلاش میکنن میان، بعضی میگن چرا الان نیست؟ مگه در انقلاب اسلامی که تازه همه حساب رفت به حساب یه رهبری که خیلی ببخشید یه خیر رو کردیم بالا پشت بون دیگه نمیتونستیم بیاریمش پایین و کار اشتباهی هم بود که یه نفر رو بکنیم محوریت، تازه تو دو سه ماه آخر در واقع اون آدم مطرح شد تو همه دنیا و دیگه مردم هم یواش یواش عادت کردن که گوش کنن بهش. اون مدیریتی که از دل این حرکت، یعنی اونایی که اعتصاب سازمان، اونایی که اعتراض شکل میدن، اونایی که کمک میکنن ریزش بکنه، آروم آروم داره شکل میگیره و همدیگر هم پیدا میکنه، دورنمای آینده شکل میگیره. سیاست پیشگان ما هم به اندازه‌ای که به این فرایند کمک میکنن، به این فرایند یاری میرسونن، قطعا اون وقت نقش خواهند داشت در تشکیل به اصطلاح اون قدرت بعدی. یک کمی به نظرم مدل رو، تصور مدل این که همین فردا صبح یه نفر یا یه گروهی میشن رهبر رو بفرمایید این دولت و اینا رو کنار بذاریم، برگردیم به مدلی که انقلاب مشروطه داشت، انقلاب فرانسه داشت. آروم 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 از این دیسنترالایز بودن، به خصوص این انقلاب که کاملا قرن 21مه، کاملا در واقع یه پاشم توی تلویزیون های ماهواره‌ای، شبکه های اجتماعی و ارتباطات روی شبکه های اجتماعی بنا شده. این هماهنگی ها که میبینیم گام به گام داره شکل میگیره، مثلا برای این سه روز 30 شهر به اضافه تهران میان فراخوان میدن، بعد میبینیم معلم ها پشتیبانی میکنن، دانشگاه ها پشتیبانی میکنن، کسبه پشتیبانی میکنن. همین هماهنگی ها داره در واقع رهبران و مدیرانی رو هم میسازه. من نمیخوام حالا قیبگویی کنم، ولی مطمئن باشیم و مطمئن باشند بینندگان این برنامه که از دل همین دستندرکاران از داخل و خارج هماهنگی ها و مدیریت ها شکل گرفته و روز به روز هم داره بهتر هماهنگ میشه و پیش میره. و همین ها هم در زمان خودش اتفاقا بخشایی از نیروهای مسلح هم تماس دارند، بخشایی از درون حکومت هم تماس دارند و اونها هم اونهایشون که زودتر به مردم میپیوندن ریزش میکنن میتونن کمک کنن در اون انتقال. بنابراین نگران دورنمای آینده نباشن، آینده از آن یک ایران سکولار، دموکراتیک، مدرن و قرن 21مه است به جای حکومت قرون وسطایی. آینده از آن این جوانان و زنان و مردان شایسته کشور و مدیریتش هم تا اینجا که نشون داده. به قول یه آمریکایی وقتی براش همینو من توضیح دادم گفت راست میگی، ما که هولیم فکر میکنیم خب کوش مثلا یه خود عقلمون کار بندازیم، وقتی میبینیم این جور هماهنگ سه ماه حرکت کرده پس یه عقلایی داره کار میکنه که اینجوری راه میره. وقتی اون داره تموم میشه، یک در واقع یه اشاره میخوام بکنم، حتما شما هم نظر دارید. در میان صد زن مؤثر جهان، گوهر عشقی، نرگس محمدی، سپیده قلیان، الناز رکابی، نیلوفر بیانی، زر امیر ابراهیمی، نازنین زاغری ردکلیف، اسامیشون اومده. آیا واقعا این افتخار نیست که بانویی مثل گوهر عشقی که اینا پسرشو کشتن و این بانو یک لحظه ننشسته، حتی روسریشو بر میداره، بانوی سنتیه که مادر مثل مادر همه ما هاست. چجور میدونم با تحسین نگاه میکنید، نظرتون رو فقط میخوام بگید. قطعا البته به این لیست میشه صد تا زن دیگر هم اضافه کرد. مادر مهدا رو میشه اضافه کرد، مادر کیان پیرفلک رو میشه اضافه کرد، حالا اونجایی که انتخاب کرده دیگه یه تعدادی رو میشناخته.
در واقع تمام دختران و زنان شایسته ایران رو میشه اضافه کرد. دیدم یکی دیگه از رسانه ها یک جا گفته بود زنان و دختران ایرانی در واقع شایسته هستن مجمعی. ولی مادران واقعا خانم بارشتی به قول یک کسی مادر مادران داغداره واقعا. و این زن اگه آرژانتین زنان مادران داغدار به اصطلاح پلازا دمایو معروف شدن، عکس بچه هاشون دستشون بود، میگفتن بچه ما کجاست. الان 20,000 آدم دست کم تو زندانن و این مادرانشون عکسشون میتونه دستشون باشه. 400-500 تا کشته است و بگم بچه ما کو افرادی که گرفتن. و خانم مادر ستار مادر همه این مادران داغداره و واقعا یکی از سمبول های ملی ما. واقعا ممنونم از دکتر سازگارا، مثل همیشه پر از ناگفته ها. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. برافراشتم شد بالای لانه جاسوسی رژیم تو کنزینگتون. به اتفاق دکتر محسن سازگارا، دوست و همراه و همدل، تا دیدار بعدی در پناه پرورد.